جان باختن مهسا امینی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری و به دست ماموران گشت ارشاد در ساختمان متعلق به پلیس امنیت اخلاق آغاز جنبشی در ایران شد با سه مؤلفه اصلی زن، زندگی و آزادی. جنبشی که به نقطه عطفی بدل شد و مقابله با حجاب اجباری در جمهوری اسلامی را وارد مدار جدیدی کرد. مرگ مغزی مهسا ژینا امینی با ضربه‌های ماموران گشت ارشاد و تصویر دختری 21 ساله از سقز در بیمارستان کسرای تهران با وجود سانسور و تحریف حکومت منجر به تولد شکل دیگری از مقاومت مدنی زنان شد. روز حجاب بی حجاب و بانوان شجاع ایرانی، زنان کشور بیش از 4 دهه با حضور در کارزارهای مختلف مقابله با حجاب اجباری از جمله چهارشنبه‌های سفید و دختران انقلاب ابتدایی ترین مطالبه خود یعنی حق آزادی پوشش را فریاد زده بودند. این بار اما نه تنها و جدا جدا که با هم در خیابان روسری آتش زدند، گیسوان خود را بریدند، رقصیدند، جنگیدند و حتی با دادن جان خود بر این خواسته پافشاری کردند. تصاویر این شجاعت که از کلاس‌های درس و مدرسه تا خیابان‌ها و میادین نقاط مختلف ایران را در بر گرفته بود، به سرعت در جهان مخابره شد. بعد 80 سال برای این دینی که می‌خواد مردم رو بکشه، مردم رو بکشه، همراهی جامعه باورمند به مذهب و حجاب با زنان معترض و ایستادن مردان کنار زنان مشخصاً برای داشتن حق انتخاب آزادانه پوشش، حکومت را که با ابزار دین و غیرت بر تبعیض‌های جنسیتی پافشاری می‌کرد، مستصل و خشمگین کرد. مسئله حجاب تبدیل شده به یه چالش و تحمیل شده بر کشور ما. اینو تحمیل کردن. کسانی نشستن نقشه کشیدن، برنامه‌ریزی کردن که حجاب بشه یه مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای تو کشور وجود نداشت. اجرای طرح آزمایشی حجاب اجباری، تلاش برای هوشمندسازی قانون حجاب اجباری برای کنترل زنان حتی در خودرو و استخدام حجاب‌بان‌ها برای ادامه این فشارها در مترو، از نگاه مردم نشان جنگ خیابانی خامنه‌ای علیه زنان است. جنگی که مسئولیت آن را به دلیل ناپسندی اخلاقی هیچ نهادی برگردن نمی گیرد. در این جدال نابرابر به زنان حمله می شود، پتو پیچ شده به غیر انسانی ترین شیوه بازداشت می شوند، اما در زندان و پس از بازداشت هم از زن، زندگی و آزادی می گویند. تغییر عناوین طرح‌های سرکوب زنان از طرح عفاف و حجاب به طرح نور، اصرار بر تصویب شدن هرچه زودتر لایحه حجاب اجباری گواه این مسئله است که حکومت در برابر موج جدید نافرمانی مدنی زنان شکست خورده، پاکیز مدنظر را از دست داده و حتی حامیان دیروز خودی را در میان زنانی می‌بیند که باور دارند نام مهسا رمز شده و راه ژینا ادامه دارد. چرا حجاب؟ چرا حجاب؟ فیروزه جابانی، لندن.